بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده و شنونده ی آتش در صبح خورشید، سلام علیکم و رحمت الله و برکات. صبح امروز پنجشنبه شما بخیر باشه، خوش باشین و امیدوار هستم خوشی ها از تک تک شما باشه و از غم و مصیبت به دور دور باشین. خوشحال هستم باز همه بشیر سیرت با تقدیم برنامه آتش در خدمت شما قرار دارم و تمنا میبرم باشین و با دقت تمام برنامه را دنبال کنین. جناب استاد آقای غلام الدین کلانتری، مشاور محترم وزارت ارشاد حج و اوقاف، نویسنده پژوهشگر و استاد دانشگاه مهمان ما هستند. حضور شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدید. زنده باشید. سلامت شما باشید. سلامت باشین. هفته های گذشته شما در جریان هستین، در شهر کابل سمپوزیمی برگزار شد در مورد شخصیت ابرمرد فقه، مخصوصا امام ابو اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه. خب این که در این سمپوزیم چه گفت و شنودی بود و چگونه گذشت ای باشه در جایش، اما امروز در ارتباط به اعتدالگرایی شخصیت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه با جناب استاد حرف و حدیثی داریم. اما با تاسف فرصت هم در این برنامه با ما اندک داده شد. به هر حال میپردازیم به پیش برد برنامه. تمنا میبرم با دقت تمام دنبال شود. استاد، شما از اندیشه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چه تعریفی دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم، بینندگان عزیز. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، قبل از همه اگر کمک تخصصی تر گپ بزنیم، قبل از همه مسلمان است. خب. و مسلمان با تعریفی که خداوند از مسلمان داره، هو سماکم المسلمین، مشخص است که چه اندیشه باید داشته باشه. یک اندیشه که از نظر اعتقادی به مؤمن بهی ایمان داشته باشه و از نظر فقهی به مسائل فقهی عمل بکنه. یعنی هم بخش اعتقادیش کامل باشه، هم بخش عملیش کامل باشه. این مسلمان هم بخش اخلاقیش کامل باشه. هم مهمتر که چیزی که متاسفانه ما فراموش کردیم و فراموش هم میکنیم، که نظام اخلاقی هم یکی از نظام های بسیار اساسی اسلام است که متاسفانه تا حد جامعه ما فراموش شده. با مزد استاد، شما یعنی دارین مسلمانی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه را با جمع دیگر از مسلمان ها متفاوت میدانید؟ عرضم می است که اینکه خداوند میگه که هو سماکم المسلمین، همه ما هستیم. خب. حتی صحابه، از صحابه بعد تا هر کسی که پیرو دین اسلام است، معتقد به اسلام است، همه یکسان مسلمانیم. پس مسلمانی ولی امام درجه ها تفاوت میکنه، درجه های علمی و درجه های تقوا تفاوت میکنه. آه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که خداوند دوره و همه گذشته های علمای ما را بیامرزد، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یکی از علمای پیشگام، یکی از علمای عامل یا عملگرا که در شرایط زندگی کرد که در او شرایط غوغای فکری ایجاد شده بود، غوغای اعتقادی ایجاد شده بود، به تعبیر نوتر بگیم. در بین این غوغا، گردباد غوغای اعتقادی، امام ابو حنیفه استاد شد، بالاخره جایگاه خود تثبیت کرد، در برابر همه افکار و فرقه ها و نظریات استاد، مناظره کرد، بحث کرد، حق تبیین کرد، بالاخره به می جایگاهی رسید که بعد از قرنها امروز ما تصور میکنیم که امام ابو حنیفه شاید از جمله کسایی باشه که یک ماه قبل فوت شده باشه. همین یک شخصیت ایجاد کرد که هم از نظر اعتقادی که امام ابو حنیفه کارزارش در میدان کلام بیشتر است از میدان فقه. ولی ما یک مثال بزنیم چگونه؟ مثلا امام ابو حنیفه زمان زندگی میکرد که در بغداد یک سلسله فرقای کلامی بسیار خطرناکی به وجود آمد. مثلا معتزله، مثلا خوارج، مثلا مرجعه. این فرقای کلامی که تا امروز امتداد و ریشایش در برابر ما و شما وجود داره و بالاخره افکارشان در برابر مسلمان ها می جنگه. بیری استاد، شما این افکار، این فرقای را نام بردین، افکار غیر اسلامی هست؟ خب افکار غیر اسلامی که گفته نمیتونیم که از چه تعریف داریم؟ افکار به خاطر که هیچ کسی تکفیر نکرده، ولی داخل دایره اسلام انحرافات وجود دارد. بله. انحرافات اعتقادی وجود دارد، انحرافات فقهی وجود دارد. این انحرافات
از این انحراف شما چه تعریف دارید؟ کل عالم اسلامی معتقد به این است که مثلا خوارج مسلمان هستن، هیچ کسی تکفیر کردن تان است. حتی در برابر حضرت علی رضی الله عنه مسلحانه جنگیدن، چقدر مردم کشته شد، ولی حضرت علی تا آخر تکفیر نکرد، کسی دیگه هم بعد از تکفیر نکرد. تا امروز هم کسی تکفیر کردن میتونن چون مسلمان هستن و مؤمن به باور دارن. ولی یک سلسله انحرافات دیدگاهی وجود دارد که این انحرافات بالاخره میکشانه دیگه مسائل بعدی هم به دنبال خود میکشانه. مثلا خوارج بلند شدن در برابر حضرت علی به خاطر یک موضوعی که چرا حکمیت تو به افراد میسپاری؟ حکمیت به خدا باید باشه. بله، خدا باید حاکم باشه، حکمیت به خدا تعلق داشته باشه. ولی در برابر حضرت علی جنگیدن. حضرت علی رضی الله عنه گپ بسیار خوبی داره، بسیار گپ معروفی داره که تا امروز متداول است. حضرت علی رضی الله عنه میگه در برابر حرف اینا که میگه کلمت حق یراد به الباطل. بله بله، یعنی به این معنا که یا کافر نیستن، این گپشان گپ حق است، ولی دیدگاهشان یا کار عمل یا رویکردشان رویکرد باطل است. یعنی حقی را مطرح میکنن یا که از این حق استفاده ابزاری میکنن، استفاده باطل میکنن، یا که واقعا از این حق استنباط باطل کردن، استنباطشان باطل بوده. به هر حال یعنی خوارج، معتزله، مرجعه و فرقای مختلف دیگه ای که در عراق در وقت ایجاد شد، بالاخره رشد کردن، به برگ و بار رسیدن، تقویت شدن. امام ابو حنیفه در این وقت زندگی میکنه. خب امام ابو حنیفه چی کار باید بکنه؟ در برابر خوارج قرار داره. به خوارج باید تثبیت بکنه که امام دیدگاهش چی است. پس چه کرد امام ابو حنیفه؟ امام ابو حنیفه با خوارج مناظره بسیار زیادی داره. با معتزله مناظره بسیار زیادی داره. با شکل افراد و شخصیت ها که هستن با یا مناظره های زیادی داره که اینا را دیدگاه مشخصی که او دارند برابر دیدگاهشان امام ابو حنیفه موجه گیری کرد. مثلا از این دیدگاه ها آیا نقل هست در کتاب ها که چی دیدگاهی وجود داشته و دیدگاه و باور و فکر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در برابرشان چگونه انتقال داده شد و چی بود؟ بله، مناظراتی که امام ابو حنیفه در برابر او انجام داده، این مناظرات چی است؟ مناظرات هست. مکتوب است. مثلا یک چیز بسیار عمده ای که تا امروز امت ما را شکنجه میکنه این است که در زمان امام ابو حنیفه مثلا معتزله به این نظر بودند که مرتکب گناه کبیره کافر است. بسیار موضوع خطرناکی است. استدلال هم میکنن، باید استدلال میکنن، بالاخره به حدیث استدلال میکنن. امام ابو حنیفه چندین مناظره داره به اینا، بخصوص در مورد همین مسئله تکفیر. تکفیر که امام ابو حنیفه که به این معتقد نبود کسی که گناه کبیره بکنه کافر میشه یا مرتکب گناه کبیره کافر است. امام ابو حنیفه در مناظراتی که داره، بحثایی که داره، چیزایی که از امام شاگردای نقل میکنن، یک گپ بسیار معروف داره، میگه نحن لا نکفر اهل القبله. بله. یا میگه که نحن لا نکفر احدا بذنب. بله، ما اهل قبله را تکفیر نمیکنیم و به گناه کس کافر نمیشه. و به گناه کسی را کافر نمیکنیم، کسی را به گناه تکفیر نمیکنیم. مسائل بسیار بزرگ است که ده ها کتاب در مورد نوشته شده. که مثلا وقتی که یک فکر ساید و حاکم در یک منطقه بی باشه که کسی گناه کبیر مرتکب شود کافر میشه، یک آدم میگه بلند شده برابری به مبارزه شروع کنه، بالاخره این دلایل که اینا به او استدلال میکنین، دلایل ضعفش برملا بسازه، این کار ساده ای نیست. عمر میخواهد، علم میخواهد، به علم امام ابو حنیفه. همینطور در برابر خوارج، همینطور در برابر مرجعه، در برابر دیگه فرقایی که وجود داشت که بحث ما اندک است. این امام در این زمان وجود زندگی میکنه که هم به جبهه اعتقادی باید بجنگه، همین طرف شاگردای دارد، مسائل فقهی است و حوادثی که به اینا پیش میشه در مسائل فقهی باید امام ابو حنیفه روزها بشینه، روزها با شاگردای با چندین 60-70-80 نفر. پس نتیجه ای جد و جهد و این تلاش و این پیکار و این مناظره ها به کجا رسید و با چه انجامید؟ نتیجه ای است که دو تا نتیجه داره، دو تا نتیجه مهم، یعنی دو تا نتیجه نیه ببخشه که دو استقامت یا دو بود نتیجه بسیار عمده داره. یک بودش همون بود اعتقادی است. همو بود اعتقادی است که مثلا کتاب فقه اکبر و کتابی که بعد از اون نوشته شده، شروعی که داره فقه اکبر وجود داره،
یه امیر میرسانه که از دیدگاه اعتقادی و نظریات اعتقادی ما مبنیفه یک دیدگاه میانه یا دیدگاه وسط یا به اصطلاح امروز یک دیدگاه اعتدالی ترسیم میکنه. بله. دیدگاه اعتدالی ترسیم میکنه که نه مثلا ما یا پیروای امام ابونیفه کسی را به گناه کافر میگه که گناه بکنه به یکی کافر میشه یا مثلا نظریات تندروانه ای که خوارج داشت که در برابر ظلم مثلا بجنگن وقتی کسی را ظالم است در برابر ظالم بجنگن این را امام ابونیفه نفی میکنه و از نظر دیدگاه اعتقادی بسیار پربار است که کتاب اعتقادی ما و شما یا کتاب اعتقادی احناف که بعدا شکل میگیره در مذهب ماتریدی پر است از این مسائل که بحثایی شده کتابایی نوشته شده مقاله نوشته شده به هزاران صدها و بود یا استقامت دومش استقامت فقهی است که استقامت فقهی هم میتونه طبعا همینطور که در استقامت یا بود اعتقادی ما به افراد و تفرید روبرو بودیم و هستیم همینطور بود فقهی هم است اما با منیفه میشینه سالها تا آخر عمرش تقریبا جزی که 3-4 ساله که مهاجر بود به مکه جزی امام با منیفه میشینه با شاگرده خود به اصطلاح امروز که ما گفتمان داریم همی شکلگیری فقه با منیفه تقریبا به اساس گفتمان است یک مسئله را مطرح میکنه همگی کسایی که اینجا هستند بحث میکنن مشاجره میکنن مناظره میکنن استدلال میکنن پس از استدلالای زیادی بالاخره به یک نتیجه میرسن بله به یک نتیجه که میرسن معنایش این نیست که همه متفق از بایی ولی بعضی احتمالاً که بایی مخالف هم باشن بایی نظر فقهی مخالفت هم درد میشه ما بسیار میبینیم در نظرات فقهی ما مبونی و که میگه خلاف محمد خلاف ابی یوسف خلاف زفر این خلاف هم درد میشه اینم این بود دوم بسیار مهم است که به هزاران هزار مسائل در کتاب های فقهی احناف از نموز زندگی پرباره که در نموز چند سال وجود داشته از این درج است بود دیگه امام ابونیفه که بود بسیار مهم بود و به ما خیلی کار آمد از مثل عباد دیگه بود سیاسی زندگی امام بود بله که امام ابونیفه که مدتی در زیر خلافت اموی ها زندگی کرد که با اموی ها درگیر شد و عامل اساسی درگیریش هم مخالفت با علوی ها بود با اولاد پیغمبر علیه السلام که امام ابونیفه به عنوان یک مسلمان با اولاد پیغمبر ارادت بسیار زیاد داشت وقتی مظلومیت اینا رو میدید و ظلم و جوری که به یا صورت میگیره امام دیگه نمیتونست که ساکت باشه در برابر اموی ها بالاخره سر مخالفت سر داد بالاخره مخالفتش آغاز شد تا ای که امام مهاجر شد از زمان اموی ها به مکه مکرمه رفت 4 سال یا 5 سال در مکه باقی موند از صحنه درس از فتوا از یا کل دور شد فقط او یه با علمایی که امام مالک بود یا با علمای دیگه که وجود داشتن به ملاقاتی داشت در زمان عباسی ها دوباره برگشت از عباسی ها حمایت هم که وقتی که خبر شده مکه مکرمه که عباسی ها به قدرت رسیدن امام تصور میکنه که عباسی ها چون از خاندان پیغمبر هستن دیگه اون مشکلاتی که زمان اموی ها وجود داشت مشکلات احتمالا حل میشه سلامت باشین استاد گرامی آنچه که از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در زمان حیاتش انعکاس داده شد توسط شاگردایش یا توسط شخص خودش در عصر حاضر شما این داشته هایی که از امام یا از طرف شاگردایش انعکاس داده شد این داشته ها را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا گرد و غباری روی این نشسته یا آنچه که اونا نوشتن انعکاس دادن انتقال دادن کماکان فعلا هم وجود داره؟ همه وجود داره ولی یک چیزی که ضرورت داره که در مذاهب دیگه زیاد صورت گرفته خصوصا در مذهب شافعی و حنابل زیاد انجام شده مذهب احناف بسیار کم است مالکی هم کمتره ولی احناف بسیار کمتر است که مذاهب باید در مرور زمان اپدیت شده بره به اصطلاح کمپیوتر بروز شوه بروز بودن به این معنا نیست که اصلی تغییر بکنه یک مثال بذارین تا واضح شوه عرضمی است بروز بودن به معنایی است که اصل فقه بلی. اصل فقه و عقاید و کل امور مسائل دینی اصلی باید به ادبیات روز نوشته شود به ادبیات عصر نوشته شود مثلا عرض میکنم ما کتابایی داریم مختصرات است مثلا مختصر قدوری بلی.
مختارم از اختیارم مختصر است تقریبا. این مختصرات حتی علما وقتی میخوانن نمیفهمن. شروع زیادی هم داره. امی شروعش معناش این است که شخص در عصری آمده دیده که از این مختصر استفاده نمیشه. علما در فهمش به دشواری روبرو هستن. این را گرفته یک شرح کرده. این شرحی به ادبیات عصر بوده. ولی ما این ادبیات عصر متاسفانه نداریم. و یایی که مثلا وقتی که ما میریم کتاب حاشیه ابن عابدین میخوانیم. حاشیه ابن عابدین که میخوانیم بسیار به سختی خیلی کم مردم است که به درستی بخونه بفهمه که چی میگه. یک مسئله از مسئله دیگه جدا بکنه. و به مبتدا خبرش پی ببره. یا هدایه مثلا که هدایه کتاب درسی ماست. اینی ضرورت به این داره که به خاطر که مردم به صورت عام از مذهب چیزی بفهمن، اینی ضرورت به این داره که علمای بیا کمر همت ببندد، به اصطلاح آستین جد و جهد بلند بزنه، اینمی کتابا را بیاره به ادبیات معاصر تبدیل بکنه. اصل مو اصل است. این میره بیاره به ادبیات معاصر تبدیل کنن. وقتی به ادبیات معاصر تبدیل شد، زمینه تغذیه فکری جوانا به خصوص زمینه تغذیه فکری مردم از این کتابا بیشتر میشه. سلامت. که ما متاسفانه این نداریم. این چیز بسیار مهم است که در دیگه کشورها مثلا در مذهب شافی به خصوص در مذهب حنابله بسیار زیادی کار صورت میگیره. در عصر ببینی که علمای آمده همین مذهب چنان به خورش فکری نیمی عصر برابر ساخته که کسی کمتر به مشکل مواجه میشه. عدم کارایی را در این عرصه شما علتش چی میدانید؟ عدم کارایی من فکر میکنم یک مشکلی است که ما فقر علمی زیادی داریم در کشور ما. یعنی تنها پیرو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در افغانستان نیست. کشورهای دیگه تا حدی کارایی کردن. کشورهای دیگه تا حدی کارایی کردن ولی بازم در کشور ما ضرورت به این داره. مثلا یک کسی کتابی نوشته کرده الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید. کتاب بسیار جالبی است. بسیار به ادبیات زیبا، به ادبیات مناسب، به ادبیات بسیار قوی و در عین حال قابل فهمی را نوشته. ولی ما از او کتاب مثالی را عرض می‌کنم، صدها کتاب از او کتاب تا حال ما در افغانستان شاید 5 جلد کتاب در کتابخانه ما نباشه. و مثل کتاب دیگر که دیگر کشورها این کار را کردن. من یعنی عرضم کشور خود ماست. کشور خود ماست که کشور ما قاطبی مردم میگن که ما حنفی هستیم ولی ما از احناف چی داریم در اینجا؟ یک بار ما به عنوان کسی بره. که ما میگیم حنفی هستیم از خود ما بپرسیم که ما وقتی در کتابخانه ما میرویم ما به هر حال که یک جوان میره یک جوان میخواد که از دین و از مذهب احناف چیز بیاموزد وقتی به کتابخانه میرید با چند جلد کتاب روبرو میشه. پس این سوالی را خودتان مطرح کردین از اندیشه ها افکار و داشته های امام بابا حنیفه رحمت الله علیه آنچه که مردم هضم کرده بودن مخصوصا به زبان های ملی باشه. ما در کشور و در کتابخانه چی داریم؟ بسیار ناچیز. اولی که ما به کتابایی که به زبان ملی باشه به زبان فارسی و پشتو باشه انگشت شمار هم نداریم. انگشت شمار. دومی که متاسفانه هیچ تصمیم و برنامه هم در این قسمت نیست. در این سمپوزیمی که برگزار شده بود چنین دیدگاه و باوری مطرح شد؟ خب در سمپوزیمی مثلا مطرح شد که مسائل بسیار خوبی یک دو سه مسئله پیشنهادی که مطرح شده بود که پیشنهادی که برای ریاست جمهوری شد یکی یک مرکز بزرگ علمی تحقیقی به نام مرکز علمی تحقیقی امام ابو حنیفه در کابل ساخته شود و دولت به صورت دوامدار در انکشافی تلاش بکنه و یک مرکز علمی تحقیقی دیگه به نام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در پروان ساخته شود که از منطقه آبایی امام ابو حنیفه است. این دو تا پیشنهاد صورت گرفت و این مراکز هم از طرف دولت در انکشافش در رشدش بودی مشخص انتخاب شود و اینا به نهادهای بین المللی رابطه داشته باشند که بتونه یک سلسله کارای انجام بده. اگه این تو کارا شود زمینای مساعد میشه که حداقل هر یک سال هر دو سال یک کتاب دو کتاب خوب حداقل در مورد دیدگاه امام ابو حنیفه دیدگاه فقهی دیدگاه اعتقادی و دیدگاه سیاسی که چقدر این مورد بسیار مهم است در اصل حاضر چون استاد در سیاست دیدگاه امام ابو حنیفه باید بیشتر رویش تمرکز صورت بله دیدگاه سیاسی که چقدر به او ما ضرورت داریم به خاطر همه قدر مردمی که امروز افغانستان کشته میشه همه از دو طرف حنفی است. حنفی هستی که از دیگه میگذاریم که امام ابو حنیفه ای چه نظر داره حداقل فهمیده شود. اگه این مراکز ساخته شود که گپ بسیار خوبی است
موضوع بسیار جالب است که شاید یعنی به اصطلاح یک پیشرفت متصور است آغاز میشه. و اگه این تو چیزا نباشه ما سالهای سال دیگه هم در این حالتی هستیم که امروز وجود داریم. تا وقتی که مراکز تحقیقی و علمی ساخته نشوه، این مراکز تحقیق و علمی رشد نکنه، جهت برای دادن شب برنامه ریزی نداشته باشه، بالاخره کارهای اساسی و اصلی را یعنی کارهای بنیادی را آغاز نکنه، دیگه ما در این حالتی که هستیم. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین جناب استاد. خدا شما را به سلامت داشته باش. استفاده ها کردیم. سپاس شکران از شما همچنان که تاییدم با ما بودین. صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن به فارسی نوشته کنین. سوال و نظری داشتین ما در خدمت شما هستیم. برنامه امروز و هر برنامه اسلامی ان شاء الله در صفحه آپلود میشه. میتونین شما ببینین، استفاده کنین و به اشتراک بگذارین. تا فردا، الله نگهدار شما.